بعد توی هر سبت به حضور بهتون کنم تو بیا این داره میشه نه تو دست بستا از اول اولش باید شده تحقیل واحده و پیشبنده و متوجه این اون رو میکنم صحبت میکنم کسی پیشبنده رو یادش هست؟ بگه به نم بسی، دکا، نانومه، نکا به ترتیب بگو اسم چی بود؟ بگو بسی، سانتی، میلی، میکرو، ناستیکو، دکا، هکتو، کیلو، مگا، و تدارش هم میتونی بگی؟ سطح اول ده تا توان منفی یک منفی رو منفی سه منفی منفی رو منفی دوازده منفی اون یکی هم مثبت بچه ها واسه تبدیل واحدش فقط باید خط بزنیم از طرفین اوکی؟ از طرفین اگر خط بزنیم خیلی راحت جوابش به دست میاد یه چند تا مثال میگه امسال بچه این مثال ها رو یکی شما اینجا یه خطه الان میفته دیگه نه؟ بله یه خوش بکنیم بچه ها به فارسی بنویسیم پنج میلی آمپر پنج میلی آمپر بر سانتی متر مربع چند میکرو آمپر بر میلی متر مربع از 5 میلی آمپر به سانتی متر مربع چند میکرو آمپر به میلی متر مربع باشه؟ خب باید چی کنیم؟ خب اول باید بیاییم بنویسیم و اینکه تبدیل واحداشو خط بزنیم میلی رو خط بزنیم چی بزنیم؟ ده به توان منفی سه ده به توان منفی سه خودتون خط بزنیم دیگه داری کجی؟ بله میریم سر؟ میلیو خط میزنم ده به توان منفی سه سانتی متر مربع بچه ها سانتی ده به توان چند بود؟ به توان دو میرسیم که چند؟ ده به توان منفی چهار میکرو ده به توان چند؟ شش منفی دیگه منفی 6 میلی چیه در به توان منفی 3 میشه در به توان منفی 6 بچه ها هر وقت اینا خط زدیم همه رو باید بیاریم این سمت یعنی پیشرنده رو باید خط بزنیم همه رو بیاریم سمت چپ قبلا هم تو آنلاین بهتون گفتم طرف این وسط اینی بیاد باید بیاریم سمت چپ این در به توان منفی 6 رو میارم اینجا این در به توان منفی 6 رو میارم اینجا یعنی هر چی سمت راست هست طرف این وسط اینی باید بیاد سمت چپ اوکی چی مونه تو صورت؟ پنج زد داره بگیم در به طبعه منفی سه زد در به طبعه منفی شیش در به طبعه منفی چهار در به طبعه منفی شیش میاد بالا مثبت همه اینو میاد بالا مثبت میشه خب جواب نهاییش بچه به عهده خودتون میشه پنجاه چی میکرو آمپر به میلیمتر مربع نماد علمیش چی میشه؟ میکرو بعد متر نماد علمی پنج زبطه رو در بتوانم یک الان این اوکیه؟ این بچه این مثلا یه همچین سوالی سخت‌ترین تمرین کتاب درسی تونه مطابق از به خیلی سخته رو با تو کار کردم دیگه نمیدونم جزوات رو با کتاب درسی مقایسه کردی که نمیدونم واقعا سطح جزوات خیلی بالاست در سطح کنکور حتی شاید بالاتر دارم بهتون میگم ولی خب اگر عادت بکنید به امتحان انشاءالله سوال کنکور دیگه واسهتون خیلی ساده میشه این یه سری سوال های مربوط پیشور حالا میگه بچه هایی که جدیدن هم حتما روزاره بگیرید حتما چون بچه این فصل دیس نه تنها فصل به جلو تردتونه بلکه دیس تمام فصل های حتی سال بعدتونه سال بعد همه کسی که یاد زمان اینا رو یاد نگرفتن بچه ها من از همه این رو بهشون یاد
حالا که وقت اون 11 هم داره میره. این از این کسی هست که نفهمیده باشه؟ خب پیشونده رو باید حفظ کنیم. شما که جایی پیشونده رو داشتی تو؟ از اون اول پیشونده رو نداشتی دیگه؟ باید بگیری جوزه رو بگیری. پیشونده در کل بچه ها همین که دوستتون گفت یه سری پیشونده رو باید حفظ کنیم، خط بزنیم، خط زدیم همه رو بیاریم سمت چند. اوکی؟ من خیلی سریع پیشونده هم بنویسم. بکن دسی، سانتی، میلی، میکرو، بگید نانو، پیکو. دسی در ازام منفی یک، در ازام منفی دو، در ازام منفی سه، در ازام منفی شیش، این هم نه و دوازده. درسته؟ الان مثلا سانتی در توان چنده؟ در توان منفی دو. به توان چند رسیده؟ در توان دو رسیده. شده در توان چند؟ منفی چهار. شده در همین کارتی منفی جوری کرده. حالا یه سر پیشونده دیگه هم هست. اونا هم اگر حفظ کنیم همش خط زدن یه زیاد چیز خاص کنیم. یه دونه این یه دونه دیگه یاد داشت بکنید بچه ها. دیگه هر قیرات، این از اون چی هست؟ خط زدنی هست یا تناسبیه؟ هر قیرات 200 میلی گرم است و هر مثقال 3 گرم و هر مثقال 3 گرم. اوکی؟ میگه 12 مثقال چند قیرات است؟ 12 مثقال چند قیرات است؟ میشه فاکر نکنم؟ اگه فقط اینا نیست، 200 تا دیگه از اینا هم هست. بگیر، جزوه رو گفتم، بگیر. کلن سر کلاس های فیزیک نبودی نه؟ نکنم یه فصل فیزیک رو درست داریم. من کامل نمشتم. آره دیگه، اکس مکس بچه رو بگیر. درستی بسش از رفیقات بگیر، اینجا کسی رو میشناسی؟ کسی رو که رو فاقه دارم چه کنیم؟ اول باید داده ها بنویسیم. میگه چی؟ میگه یک چی؟ یک فرقی نیست. دیویس یه قیرات چقدر؟ دیویس میلی گرمه. دیگه هر مثقال هم 3 گرمه. هر یه مثقال 3 گرمه. دوازده مثقال چند قیرات؟ همین یا این بود یا یه خود شبیه بگیم. منظور قیرات و مثقالی بچه ها سوال سراسری سال 99. حالا من مطمئنم اینی که الان به شما دارم سخت نیست. از کجا باید شروع بکنیم؟ از داده آقای مثاله. 12 مثقال چند قیرات؟ خب میگم 12 مثقال تناسب ببندم جلوش باید قیرات بنویسم یا نه؟ باید چی بنویسم؟ مثقال جلوش گرم باید بنویسم. چرا؟ چون مثقال با گرم رابطه داره. پس میگم 12 مثقال، تو داری میبینی مقتعی؟ 12 مثقال چیه؟ چند؟ گرمه. در صورت که میدونیم یک مثقال 3 گرم. این چیکار میکنم؟ تقریب وسطه این میکنم. درسته؟ تقریب وسطه اینش میشه؟ میشه 12 زد درسته؟ تقسیم بره؟ یک. جواب چه چند گرم؟ 36 گرم. منتها چیزی که در بیاریم و بلش نمی کنیم. 36 گرم دوباره باید بیام چیکار کنم؟ تناسب ببندم. خب گرم با چی رابطه داره؟ قیرات. منتها چون اینجا میلی گرم با قیرات رابطه داره، من گرم در آوردم، اولین گرم رو میکنمش چی؟ میکنمش میلی گرم. 36 گرم رو خودتون تبدیل کنید به میلی گرم. ببینم 36 گرم چند میلی گرم میشه؟ پس فهمیدید که اینو چون گرم با میلی گرم رو بازم کنم بچه نه خیلی گونده تر از این حرف هم شد 36,000 میشه. را کنید 36 گرم دقت کنید 36 گرم چند میلی
گرم درسته. میلیو خط میزنم ده به زبان چند میلیم سان؟ ده به زبان منفی سه. میارم این زیر درسته؟ بعد میاد بالا میشه چرا؟ ده به زبان سه سه آره دیگه اینقدر میلی گرم، یعنی 36 گرم چند میلی گرم میشه؟ 36000 میلی گرم یا 3600 داره ده به زبان سه میلی گرم. تو اینش مشکلی نیست، هر کی سوال داره بپرسه. به این بچه ها جایدم توضیح بدم، میلی ده به زبان منفی سه درست؟ باید خطش بزنم بیارم ایش سمت جد منطقه، چون ضریب مجهوله میاد این زیر. اوکی؟ میاد این زیر میشه 36 تقسیم داره ده به زبان منفی سه. ببینم این میارمش این زیر توانش عوض میشه یا عوض نمیشه؟ توان عوض نمیشه. میاد این زیر بعد وقتی میاد بالا توانش عوض میشه. اوکی؟ ده زبان منفی سه بیاد بالا میشه ده زبان مثبت سه که این میشه. حالا این 3600 در ده توان مثبت سه میلی گرم هم دوباره بدهش نمیکنم، دوباره میام اینجا تناسب میمدم، میگم 3600 در ده توان سه میلی گرم بگید چند؟ گرمه چند قیراته؟ چند قیراته؟ با بگو یه قیرات 200 میلی گرم. 200 میلی گرم طرف این ضرب داره این تقسیم داره 200 میلی گرم، پس میشه 3600 در ده توان سه تقسیم داره 200. قبوله دو تا صفر این با ده به توان سه ساده میشه؟ میشه ده. یه دونه 36 تقسیم بر دو میمونه چند میشه؟ 18. درسته؟ با یه دونه؟ چی؟ قیرات. در باید سوال های کنکور بچه این مدلیه. میگم انقدر میلی گرم چند قیراته؟ در صورتی که میگم داده های مسئله یه قیرات 200 میلی گرم. اوکی؟ یه تناسب میاندازم میگم این چند قیراته یه قیرات انقدر. طرف این وسطی هم که همتون از اول دبستان یادتونه اینو ضرب در این میکنیم تقسیم بر این میکنیم، بله اونایی که روی روی همه ضرب در این ضرب در هم تقسیم بر اونی که روی روی همه سواله این میشه میشه 180 قیرات. این از این هم نهویست باشه داریم بچه از اول همجوره این مرور میکنیم این دوگاه یه دونه توی قلمچیه بچه های دوازده هم اومده بود بچه ها خب دوازده هم غالبا نتونسته بودن حل بکنن این سوالی که الان دارم بهتون میدم ببینم شما میتونید حلش بکنید در کادر مقابل سوالشه در کادر مقابل چه عددی را جا گذاری باید کرد چهار کام گزینه من گزینه هاشو دیگه نمیگم اینجا یه تخته معلومه دیگه را؟ بله برم کسی میتونه ازش بخونه به ما حلشون بخون یه نفر ازش بخون چند میکرو گرمه؟ میکرو کندلا کندلا چی بود؟ شمس روشنایی بود روشنایی بود درسته؟ بخون بخون یه ازش بخون میکرو کندلا مربع مربع آ درسته میلی ثانیه به توان دو میلی متر مشکلی نیست حالا چیکار کنیم تبدیلش باید خط بزنیم خودتون هم خط بزنید بچه‌ها منم خط می‌زنم سریع خط بزنیم بدوید خب توی خط زدن بچه پیشبندا خط میخوره ولی خود یک آهای اصلی خط نمیخوره مثلا میکرو کندلا سی دی یعنی همون کندلا میکروش چیه؟ ده به توان منفی شیشه پس اینو خط میزنم میرویسم ده به توان منفی شیشه اینو خط میزنم میرویسم ده به توان منفی سه
میم چیه؟ شست به توان دو چقدر میشه؟ 3600. این که متر، این چی؟ ده به توان منفیه 3 میلی مطابق به توان دو میرسه. چی ده به توان؟ ده به توان منفیه 6. این چی؟ ده به توان منفیه 3. درسته؟ همه خطوش رو زدیم. من این کادره رو بخوابش چه کنیم؟ همه رو بیاریم سمت چپ؟ الان من کادره رو چکار کنم؟ الان همه رو بیاریم سمت چپ؟ یا رو بیاریم سمت راست؟ سمت چپ. همه رو بیاریم سمت راست؟ چرا باید بیاریم سمت راست؟ چون بچه مجبورم سمت چپ دیگه، این دفعه باید همه رو بیاریم سمت راست. پس ممکن از این رکنما هم بزنن، ولی شما چون کلیت ماجرا رو بلدید دیگه خب اونجا باید چیکار بکنید دیگه. پس همه رو میبرم سمت راست. چجوری میبرم سمت راست؟ ببین اینجا 3600 ایناش، این میاد توی صورت، این ده به توان منفی 6 میاد توی مخرج، این 3600 هم میاد تو صورت یا مخرج؟ صورت. میاد تو مخرج. این خوش تو صورته دیگه، میاد توی مخرج. گرفتید؟ پس تمام ضرایب تو سمت چپ رو باید ببرم سمت راست. آره ساده باشه. آره دیگه. پس این کادر معلومه شده. این کادر چی میشه؟ میشه 6 ضرب 10 تمام منفی 3 که ضرایبش هست. چی اومد بغلش؟ 3600 میاد بغل چی این پایینه؟ یه در به توان منفی 6 یه در به توان منفی 3 دیگه چیه؟ 3600 یه دونه اون 3600 دیگه؟ بگیم یه دو در امتا منفی 6 هست. این اومد پایین. اوکی؟ چون یه دونش رو سوال بده یه دونش رو ما خط زدیم دیگه. حالا شروع کنم به خط زدن. چیه با هم خط بکنم؟ چیزایی که با هم شبیه رو کدوم ها؟ 3600. این 3600 با این 3600 میره؟ ده این در امتا منفی 3 با این دوتا منفی 3 بچه ها. اگه این دوتا منفی 3 بود، این دوتا مثبت 3 بود میرفت؟ آره. نه نمیرفت. باید خیلی شبیه نماشه. اگه این دوتا مثبت 3 بود، دوتا منفی 3 میومد بالا باش جمع میشد. حالا دوتا منفی 6 دوتا منفی 6 رو هم میشه دوتا منفی 12. درسته. پس این رو دایره میزنم، این دوتا رو هم میشه دوتا منفی 12. بعد دوتا منفی 12 چه میشه؟ میاد بالا. اگه بیاد بالا میشه 6 زد داره در مثلا مثبت درسته؟ تو گزینه هم 4 تا نوشته بود، شما به جای کات باید این رو بنویسید. حالا پس جوابش رو چقدر؟ 6 زد داره؟ 10 زد داره مثبت 12. نگاه کنید، یاد گرفتید بعدا بنویسید باشه؟ من بلدی دارم یه عینه شبیه اون رو که الان کسا اگه بلدن یه خوش رو میتونم بلدن سن دیگه صرف هم بگور رو بچه هم
اسمون کیه گفتون؟ خانم رزدان. خانم رزدان هم ریاضی محض بوده دانشگاه. خب این جلوزه بعد از این تبدیلی کاهان یه مبحث کوچیکی هست به اسم تطبیق واحد. تطبیق واحد یعنی مثلا واحده سمت چپ باید برابر با واحده سمت راست بشه. یه سوال بنویسید، میگه در رابطه زیر V بزرگ سرعت، X مکان و T کوچیک زمان است. بعد را زمان بنویسید. وقتی زمان است. این را بزاره با نمیسی کن. یکای آ تقسیم بر سی در اس آی کدام است؟ یکای آ تقسیم بر سی در اس آی کدام است؟ بچه ها باید تطبیق واحد بزنید. حالا تطبیق واحد داستانش چیه؟ این رو بزرگ رو نیست کشن چه باید بخونید بالشون؟ آبی دو یک چهارم ایکسه به اضافه سی تی. این رو بزرگ رو داده بهمون و یا آقا یکای آ تقسیم به سی چیه؟ اگر این رابطه بچه ها صادق باشه یا این رابطه برقرار باشه، واحدهای سمت چپ باید برابر با واحدهای چی باشه؟ سمت راست باشه. خب الان واحدهای سمت چپ رو بیان بنویسن. سمت چپ واحد آ رو دارنش؟ نه. نه دارن. پس آ رو هم بنویسن. واحد وی چیه؟ و واحدش متر بر ثانیه. یادتون میاد؟ سرعت متر بر ثانیه بود دیگه. درسته؟ اینو که مشکل نداره. میشه آ در متر بر ثانیه به توان دو واحده سمت چپ برابر با واحده سمت راست. واحده یک چهارم x به توان سه چیه؟ واحدش کسی میتونه بگه؟ این سوال جدید داره. متر به توان سه، متر مکعب. x مگه متر نیست؟ واحدش چی میشه؟ میشه متر به توان سه. ببینم یک چهارم واحد داره، یک چهارم یه عدده. پس توی تطبیق واحد، توی این مدل سوال تطبیق واحد میخوام بزنم، فقط واحده سمت چپ برابر با واحده سمت راست باید باشه. برای من یک چهارم بچه واحد نداره، x فقط واحد داره که میشه متر به توان سه. پس یک چهارمشو بیخیال. حله؟ این باید واحدش یه بار برابر این باشه، یه بارم این باید واحدش برابر این باشه. توی جمع الواج هر چند تا جمله داشتیم بینشون جمع و انها بود، همش باید تک تک واحداشون یکی باشه. بچه ها الان واحد این برابر با واحد این باید باشه، واحد این برابر با واحد این باید باشه، واحد این برابر با واحد این باید باشه. چرا این واحداشون باید یکسان باشه؟ چون ما بتونیم جمع و انها بکنیم. واحد اگه یکی نباشه ما نمیتونیم جمع و انها بکنیم. پس چی شد تو تطبیق واحد؟ یه همچین چیزایی بهتون دادم. واحد این بر برابر با واحد تک تک جملات اون بر میشه. بنابراین آ در متر به روی ثانیه به توان دو هستش متر به توان سه. دیگه به علاوه چیز دیگه میکنم؟ نه، ما فقط داریم تطبیق میزنیم واحد رو. بنابراین این میشه آ در متر مربع تقسیم بر اس دو مساوی ام به توان سه. توی تساوی بچه رو در رو با هم ساده میشن. نکن متر به توان دو با متر به توان سه میشه متر خالی. این S2 این زیر طرف وسطه میشه، میاد بقل این چی میشه؟ ضرب میشه. پس A واحدش میشه M S2. واحد A رو در بردنش.
پس تطبیق واحد حواستون باشه تک تک جملات باید واحداشون یکسان باشه. آره دارم اون یه نفر میگه آقا چرا آبیدو رو اول اومدی گوشتی مساوی واحد این، چرا آبیدو رو مساوی واحد این نذاشتی؟ اول از همه این مساوی اینو چرا انجام ندادم؟ به نظر کنم چون نداشتیم؟ چون سیه رو نداریم. اگه سیو داشتیم میذاشتیم آره در بیا بردیم، ولی چون سیو نداریم پس اول اینو مساوی این میذاریم، یعنی باید همه چی رو داشته باشیم یه دونه بعد مشغول داشته باشیم. در کل آ میشه چی؟ یکاش میشه متر زمان به زمان دو، یا متر مربع ثانیه. حالا یه بارم میتونم اینو بذارم مساوی این یعنی سی تی، یا میتونم اینو بذارم مساوی این، هیچ فرقی نمیکنه. کدومش راحت تر بچه ها؟ اینو بذارم مساوی این بهتر یا این مساوی این؟ اینو اگه بذارم مساوی این راحت تر. چرا؟ چون این آهش خودش یه آدم چیز میذاره، بیام یه آدم چیز میذاره، برای این میگم اینو مساوی این میذارم. این واحدش چیه؟ یکاش چیه؟ متر مکعب مساوی سی در تایم واحدش چیه؟ ثانیه. من اگر سی رو میخوام باید اینو بیارم زیر این، درسته؟ پس سی چی میشه؟ میشه متر مکعب در پس سی هم یکاش در من. اینا میشه بچه ها تطبیق واحد. حالا من آر در بردم، سی هم در بردم، چی ها میخواد از ما؟ آبروسی رو میخواد. آبروسی هم چجوری حسابش کنیم؟ تقسیم بودم میگرم. پس میشه آ به روی سی مساوی آ چیه؟ MS دو. سی چیه؟ متر به توان سه به روی S. خب به این مخرج یکی کوچولو میدم دور در دور کنم، این S میاد توی MS دو ضرب میشه بچه ها، میشه MS سه. تقسیم کردم این میشه M به توان سه، چون ضرب در یک میشه دیگه. میبینید اینو با این ساده بکنم میشه S سه به روی M جند. این با این ساده میشه M با M ساده بشه میشه M دو توی مخرج. یه تقسیم دیگه جواب نهاییش میشه S به روی M دو، یا مکعب زمان بر مربع ثانیه. ببین یکاش باید یکی باشه دیگه، اینو یکاش رو مساوی این میذارم. یکای این چیه؟ آر رو ندارم، V هست متر به روی ثانیه به توان دو ایناش. یک چهارم عدد که یکا نداره، اونی که یکا داره نداره، این هم میشه M به توان سه ایناش. همین فقط آره اینجا در بوده اینه به توان دو رسم میدم، این رو به روار با هم زدم شد متر، این S رو زد داره این متری کردم شد M S. الان بازم از این مثال میزنم بچه اگه سیو داشتیم بچه مثلا A B دو رو هم میتونستیم مساوی یک چهارم X سه بذاریم، هم میتونستیم مساوی آخری بذاریم، فرق نداره. حالا بریم سریع. اینا رو علیکی مشک من رو میسید و بچه ها یاد بگیرید بعد هم میسید. من پس واحدهای اسهای اون چیزهایی که تابلوه رو باید بلد بشن. مثلا واحد پاسکال کسی یادش میاد چی بود؟ تو اسهای؟ یه چند تا شما پاسکال مهم بود، جول مهم بود، نیوتن مهم بود، کلوین، پی ای پاسکال. پاسکال چی بود؟ کیلوگرم به روی متر اس دو، ام اس دو. کیلوگرم به روی ام اس دو. نیوتن چی بود مثلا؟ به روی اس دو. یه چند تا چیز مهم بود یادتون باشه. واحد اس آی سوال برید، واحد اس آی ای کدام گزینه است؟ و
واحد اس آی ای کدام گزینه است؟ داخل برد بزنم بنویسید اف هستش نیوتن، تی هستش زمان، واحد اس آی چه میکنم؟ حالا اف چیه؟ اف هر رو واحدش رو بچه این هم اصلا این رو تقسیم برای دو هم بذارید مثلا یه تقسیم برای دو هم بذارید ولی میدونید که توی تطبیق واحد عدد مهم نیست. دقیقا مثل پایینیه رو دقیقا مثل پایینیه مشکلی دارم برای اساس خب یکی دنیا دارم قبلن اینجا پشتمون بود و درستیم اینجا خودم چسبیده بود و ما رو پشتمون بود اینجا بگرم اونجا خب چی شد؟ خب ای رو دارمش؟ نه پس ای در نیوتن، این اف نیوتنه دیگه، خود نیوتن هم تو اس آی چیه؟ کیلوگرم متر به روی اس دو، درسته؟ مساویه تایم به توان دو چیه تو اس آی؟ اس به توان دو. عدد مهمه؟ نه عدد مهم نیست توی تطبیق واحد، تطبیق واحد دقت کن. ای چی میشه اینجا؟ این توی این ضرب میشه، میشه اس چند؟ اس چهار. این دوتا هم میاد زیر، این میشه یک بای ای. گرفتی چی شد؟ نه چی شد هم نکنیم؟ نیوتن کیلوگرم متر به روی اس دوه، اوکی؟ تایم هم چیه؟ ثانیه به توان دو. جاوازه دیگه هم پس ای در میاد، ای میشه اس چهار کیلوگرم متر. حالا پس اون دوه چی میشه؟ دو تو تطبیق واحد مهم نیست؟ عدد مهم نیست، مثل این مثلا یک چهارم مهم بود تو تطبیق واحد. شده اسطور دیگه مشکل بوداست بعد آرو در بود اسطوره چجور شد اسطور؟ چون زب به توان برسه همینجه؟ این اسطور پایینیه زب در اون اسطور بالایه شد این ولی انگار راحت تر آره دیگه وقت تر میگه رابطه کار رابطه کار در اس آی به صورت به صورت
این تعریف شده است. AT که T زمان است. یکای A در SI چیست؟ از اول رابطه کار در SI SI یعنی چی؟ این هم واحد رو باید که بگرم رو باشیم. یکای کار در SI این هست حالا تبدیل مصابه AT هست که T زمان است. اوکی؟ که T زمان است و یکای کار در SI یه باید یه عرشت خود رابطه کار در SI مصابه V در W بر AT هست مصابه AT هست. حالا زمانم چیه؟ بنویسیم یکای A در SI کدام است؟ خب توی SI میخواد W یکاش چیه؟ یکای کار چیه؟ جوله. منطقه توی SI هم جوله یا نه اون کیلوگرم داره باید بنویسیم کیلوگرم داره پس این جوله مطا به جای جول چی می نویسید شما؟ کیلوگرم متر جیم؟ کیلوگرم متر؟ پرسانی کیلوگرم متر به توان دو به روی اس به توان دو این بود نه اوکی؟ میشه؟ این جوله و جول چی بود؟ کیلوگرم ام دو به روی اس دو یادتون نمیاد اینو؟ نه ولی اولا میاد باشی دارم باید حفظ کنید بگی بچه ها باید حفظ کنید باشه؟ پس ناگاه چیزای اصلی که بچه ها باید حفظ کنید توی جزوتون هم هست یه دونه جوله یه دونه نیوتونه یه دونه پاسکاله شتاب اونا که یه تابه یه دیگه شتاب باشه باید که بکنم خب اینو میان چیکار میکنم؟ مثلا A رو دارم یکاشو؟ نه تایم رو دارم یکاشو؟ آره S پس A چی میشه؟ A رو بخوام تنها بکنم این S میاد تو صورت تو مخرج میاد تو مخرج میشه کیلو گرم M دو به روی S 3 باش این A شد پس بیره اوکی؟ یا نه یه مثال دیگه هم بزنم یک چهارم کابی منهای دو ایکس دو این برش هم بنویسید سی بی به روی ایکس مثلا رابطه بینید نیرو سرعت و مکان اینه اینم یه دونه دیگه از این صفحه دیگه نمیتونم بهتون بدم بچه‌ها
یکای سی تا به روی جی در اس آی کدام از چهار تا هم گزینه میده؟ حالا تک تک جملات یک هاشون باید با هم چی باشه؟ برابر باشه. اوکی؟ الان اون یک هایی که معلومه کدومه؟ یک چهارمه. نه توی اینا یه جمله‌ای که یک هاش معلومه کدومه؟ F که چیه؟ نیوتونه. که نیوتون چیه؟ خب هر کدوم بگیرم میگه این دقیقا یکاش باید برابر چی باشه؟ این باشه دقیقا بازم این دوتا باید یکاش برابر این باشه و یکای همشون باید برابر با این باشه عددا تو تطبیق یکا مهم نیست مثلا یکای اینو میذارم مساوی این مثلا یه بار درست یکای این چیه بگی مساوی اون بچه اینو یک چهارم چی بگم مثلا کی مز ورسه کیو که ندارم که جا به جا میکنم درسته؟ الان مجبورم چیه؟ کیه باید اینا رو برم سمت چپ منطقه قبل اینکه برم سمت بذار برم سمت چپ میشه کا مساویه کیلو گرم متر این اس میاد کنارش اس به روی این ام میاد کنار این اس دو ام اس دو ام این ام با این ام این اس با این اس دو میره چی میمونه؟ پس کی میشه کیلوگرم در ثانیه درسته؟ یه سوال هم بپرسم هر چیزی تقسیم بر زمان رو بهش چی میگفتیم؟ آهنگ الان آهنگ سه تا سوال بپرسم آهنگ تغییر حجم آهنگ تغییر جرم آهنگ تغییر مساحت کدوم باشه؟ چرا؟ چون کیلوگرم بر ثانیه بچه ها هر چیزی تقسیم بر زمان رو بهش میگفت آهنگ از چه آهنگی خوشت میاد نادیا؟ هرچ موسیقی خوب رو باید گوش کرد یو؟ موسیقی که خوب باشه رو باید گوش کرد چی مثلا اسمی خانه رو؟ بیشتر قدیمی هم شادو جایده زاید هست بشه بگیره این اوکیه؟ کار در اومد دیگه پس کار رو در بردن فعلا حالا یکی بگه اون جیه رو چجوری در بیاریم جی اون آخریه چجوری درش بیاریم چیه؟ نمیشتم چی ایکس رو ایکس رو ام ام بتا رو دو بداریم خب نه چی مساویه چی بنویم سر بجیم سی رو تقسیم بداریم خب یکی میگه این رو بذاریم مساویه این کار درستیه؟ نه چرا؟ چرا؟ چون سی رو نداریم خیلی ببینم اینو بذاریم مساویه این؟ آره این باید مساویه این باشه جملات باید یک هاشون یکی باشه تمام اف چیه؟ کیلو گرم مش اس دو مساویه اون باید باشه ایکس چیه؟ ام دو جی از اینجا جی در میاد جی چقدر میشه؟ این میاد اینجا میشه کیلو گرم متر S2 N2 درسته؟ متر با این متر به طور دو بیریم میشه کیلو گرم بگید S2 M جی هم در اومد مون چی؟ بگید مون سی سی رو چجوری درش بیارم؟ سی زد داره وی چیه؟ M به روی S به روی این چیه؟ M مصابه این چیه؟ کیلوگرم متر به روی اس دو
اولا که این یه مخرج یک میدم، اینو چکار میکنم؟ ساده میکنم، دو در دو میکنم، یعنی این تو این ضرب میشه، این تو این، برای من یه بار دیگه میدمسرش میشه سی که ندارم زد داره، این امه تو این یکه تو صورت میمونه، این اس تو این امه توی مخرج میمونه، درسته؟ مساویه، بگید کی میگرم؟ ام اس دو در دوباره من سی رو میخوام چپی ها رو ببرم راست یا راستی ها رو بیارم چپ؟ بکنم الان من راستی ها رو بیارم چپ. آفرین، چرا گفتی چپی ها رو ببریم راست؟ چون چپی ها مجبوره، درسته؟ از برعکس بود. خب، میایم اینجا سی چی میشه؟ بگی کیلو گرم متر اس ام، درسته؟ بله کیلو گرم متر اس ام، این پایین چی میشه؟ متر اس دو، ببینی دیگه؟ متر اس دو. سوالی دارم، خسته شدم. ام با ام میره، اینش اس دو با اس میره، چی میمونه سی؟ کیلو گرم متر بگیر؟ این فقط یه روز تو میشه سی هم بچه ها مفهوم رو یاد بگیرید، مفهوم رو شاید گرفتید همه چیزی؟ بله سی رو در آوردن، کار رو در آوردن، چی هم در آوردن؟ بعد تازه سوال چی از من خواسته؟ اینو خواسته سی زب در کار دست کاره؟ الان اینو دیگه من اینو شده میرسم بیسم هم مدر خود سی که اونه زب در کار که اینه زب کنید پس من چی میکنید که اینه؟ دو در رو میکنید جوابش؟ این سی ها جی نیست. خب چیه؟ الان کجوش رفت فهمیدی؟ الان فهمیدی؟ نه میدی. خب سی ایناش زد داره وی شده، وی چیه؟ بدت برسانیه، اوکی؟ ایکس چیه؟ ان. بعد مساویه چی گذاشتم؟ مساویه نیوتون گذاشتم چون باید واحده شکلی باشه. نیوتون چیه؟ کیلو گرم. اول اگه این مخرج داره توی یک حدش یه دور در دور کنم، دور در دور بکنم میشه این، قبول دارید میشه این؟ این هم که سرجاش هست. حالا من چون سی رو میخوام چپی ها رو میبرم راست، این مخرج ها رو میبرم تو صورت، این صورت ها رو میبرم توی مخرج، اینو ببرم توی صورت میشه اون، این متر رو ببرم توی مخرج میشه اون، میشه ام اس تو. بعد یه خط میزنم، حالا بقیه رو باید خط زدم. حتی میگم بچه رو باید اینها رو بشن مرور بکنم یه تحلیل رسارت کنیم باشه؟ اینم بعدش کنیم.